خطرناکترین مکان روی زمین که هیچ وقت حاضر نمیشین بهش سر بزنین کجاست؟ چندین مکان معروف تو دنیا هست که اگه سرچ کنید گوگل بهتون پیشنهاد میده، مثل جزیره مار تو برزیل، ساحل اسکلت در نامیبیا. یکی از مناطقی که همیشه مرموز بوده و به خاطر شرایط جغرافیاییش اصلا راحت نمیشه بررسیش کرد، قطب شماله و توی همین لیست مکانهای ترسناک قرار میگیره. اما چه چیزی قطب شمال رو ترسناک میکنه؟ چرا کسی تمایل نداره اینجا رو بیشتر بگرده؟ خیلی از اکسپدیشن های قطبی به شکل عجیبی تبدیل به یک فاجعه شدن. اکسپدیشن به سفرهایی میگن که با هدفی خاص توسط یک گروه انجام میشه. در گذشته اکسپدیشن ها با کشتی انجام میشد و خیلی از کشتی ها توی یخ ها گیر میافتادن و مردم در همونجا میمردن. بعضی کشتی ها غرق میشدن و هیچ وقت هم پیدا نشدن. منطقه شمالی زمین در ناحیه اقیانوس منجمد شمالی هنوز ناشناخته های زیادی داره. از زیر یخهاشون هم اطلاعات خیلی کمی داریم. قبل از اینکه اتفاقات زیر یخ قطب شمال رو بررسی کنیم، بیایم یک نگاهی به آبهای اطرافش داشته باشیم. قطب شمال در میانه اقیانوس منجمد شمالی قرار داره و توسط یخ پوشیده است. ضخامت یخ تقریباً 2-3 متره و روی اقیانوسی شناوره که عمق این آب از 1000 تا 5500 متر متغیره. یک تفاوت بزرگی بین قطب شمال و جنوب وجود داره. قطب جنوب یک خشکی بزرگه که با یخ پوشیده شده. یعنی اگه اون یخ ها آب بشن زیرشون زمینه. اما قطب شمال زمینی دیگه نداره. یخ ها روی آب شناورن و مدام حرکت میکنن. نکته جالبش اینجاست که قطب شمال از جنوب گرم تره. در صورتی که به نظر میرسه چون همش یخ و خشکی نداره باید سردتر باشه، که اینطور نیست. البته هر دو قطب کاملا سردن چون نور مستقیم خورشید بهشون نمیتابه. اما چون قطب شمال زیرش آبه، آبهای اطراف که گرمترن و حرکت میکنن آب اقیانوس رو گرم میکنن و قطب شمال دماش کمتر میشه. از طرف دیگه قطب جنوب خشکه، 2300 متر بالاتر از سطح دریا قرار داره که باعث میشه دماها توی زمستون تا منفی 60 درجه سانتیگراد پایین بیاد و تو تابستون به منفی 28 درجه برسه. در حالی که تو قطب شمال تو زمستون منفی 40 درجه دما سرده و توی تابستون هم ممکنه به 0 درجه برسه. این ماجرا یک نکته مهم داره. ناحیه قطب جنوب هر سال بیش از 170 هزار بازدید کننده داره که از این تعداد حدود نهایتاً 20 هزار نفر به قطب جنوب میرن و ازش بازدید میکنن. در حالی که محدوده قطب شمال هر سال 1 میلیون بازدید کننده داره، ولی فقط 1000 نفرشون به خود قطب اصلی میرن. چرا باید اینطوری باشه؟ اولین دلیل موانع ورودیشه. قطب شمال موانع ورودی پیچیده تری داره. اصلی ترین دلیلش هم اینه که موقعیت ثابتی نداره. فقط یخهای بزرگی هن که توی اقیانوس دارن حرکت میکنن. تنها راه بازدید از قطب شمال یا از طریق هلیکوپتر توی ماه فروردین و اردیبهشته، یا هم از طریق کشتی‌های یخشکن بین ماه‌های خرداد و شهریور. این تنها زمانی از ساله که یخ به اندازه نازک هست که یخشکن بتونه توی آب حرکت کنه. به همین دلیل فقط 5 سفر در سال به قطب شمال انجام میشه. اما اینها تنها مشکلات نیستن. تصور کنین که دارین یک جایی مثل جنگل یا یک بیابانی که هیچ چیزی دور و برتون نیست قدم میزنین. توی این مناطق اگه گم بشید هیچ نشونه آشنایی نیست. اگه تو جنگل باشین که دور و برتون پر درخته، توی بیابان هم که هیچ نشونه دیگه ای نیست، قطعا گم میشید. اما بهترین شانس شما برای خروج از این مناطق استفاده از قطب نماست. میتونید از قطب نما استفاده کنید و بفهمید که به کدوم سمت حرکت کنید. ولی اگه تو قطب شمال باشین و اینجا گم بشید، اون وقت دیگه توی مشکل بزرگی افتادین. در حالی که قطب نما یک ابزار مسیریابی ایدئاله، اما در قطب شمال به سمت شمال اشاره نمی کنه. قطب مغناطیسی زمین همون قطب جغرافیایی شمال نیست. قطب مغناطیسی که قطب نماها بهش اشاره می کنن حدوداً 1600 کیلومتر دورتر از شمال واقعی هست و نزدیک به کاناداه.
با این حال قطب مغناطیسی هم موقعیت ثابتی نداره و از اونجا که میدان مغناطیسی زمین تغییر میکنه، قطب شمال مغناطیسی حرکت میکنه. تفاوت بین قطب شمال و شمالی که توی قطب نما نشون داده میشه یک زاویه است که تو ستاره شناسی بهش میل میگن و اون اختلاف زاویه بین این دو هستش. از اونجایی که میدان مغناطیسی زمین یک نواخت نیست، میل متغیره. بر اساس بررسی‌های زمین‌شناسی ایالات متحده، در عرض‌های بالا، اختلالات محلی توی قطب شمال میتونن باعث بشن که سوزن قطب نما از قطب شمال مغناطیسی دور بشه. این میل و اختلاف مغناطیسی بعضی وقتا اونقدر زیاد میشه که حتی ممکنه به سمت جنوب اشاره کنه. بنابراین اگر در قطب شمال گم بشید، استفاده از قطب نما دیگه بیفاید است. خب پس بقیه افرادی که به اکسپدیشن میرن چی؟ اونها از نقشه های مخصوص استفاده میکنن که این زاویه های میل توش مشخص شده. و این مواردی که گفتیم دلایل علمی بودن که ورود به قطب شمال رو سخت میکردن. در کنار دلایل علمی، دلایل عملی هم وجود داره. یکی از مهمترین نکات پناهگاهه. هیچ کس تو قطب شمال زندگی نمیکنه. حتی مردم معروف اینویت که در مناطق قطبی مجاور روسیه و گرینلند و کانادا هستن، هیچ وقت توی قطب شمال خونه نساختن. این یخها دائما در حال حرکتن. تو ماهای تابستون اندازشون به نصف میرسه. هیچ کس واقعا تلاش نکرده که توی قطب شمال یک جامعه تشکیل بده یا سکونتگاه دائمی بسازه. چون این سکونتگاه ها یا ناپدید میشن یا از طریق شکستن یخ و آب شدنشون نابود میشن. حتی اگر بخواید به اطراف سفر کنید، ممکنه با موانع بزرگ روبرو بشید. اینها کوههای یخ از یخچالهای طبیعی در اقیانوس هن که از قطب جدا شدن، باعث مشکلات زیاد برای کشتی ها میشن، مشابه اتفاق معروفی که برای کشتی تایتانیک افتاد. مشکل دیگه در قطب شمال آبه. به نظر خنده‌دار میرسه که توی قطب باشین و دورتون دریا باشه، بازم مشکل آب داشته باشین. چرا که هیچ آب نوشیدنی در قطب شمال پیدا نمیشه. اکتشافگران اولیه قطبی با مشکل تشنگی دست و پنجه نرم می‌کردن. پیدا کردن آب شرب در قطب به اندازه پیدا کردن آب تو بیابان سخته. آب شور رو نمیشه خورد. پس آب دریا رو کاریش نداشتن. تنها راه خوردن برف که اونم خطرناکه چون دمای بدن رو سری کم میکنه. بنابراین باید برف رو ذوب کنن. اما اون زمان کاوشگران هیچ روش گرمایشی مناسبی برای تبدیل یخ به آب نداشتن. بنابراین خیلی از کاشفان قطب شمال هیچ وقت به مقصد نرسیدن. و اما مشکل بعدی بقاست. هیچ گیاهی در قطب شمال وجود نداره. درختان و گیاهان به خاک نیاز دارن و از اونجایی که قطب شمال یک تکه یخ بزرگه، اجازه رشد هیچ گونه گیاهی رو هم نمیده. تازه اگه گیاهی هم رشد میکرد، اونجا دما منفی و یخه، گیاه زنده نمیمون. چندین ماه از سال اینجا تاریکه، گیاهان به فتوسنتز احتیاج دارن. قطب شمال یک زیستگاه خشنه، اون وقت فتوسنتزی هم نبود و کلن وجود گیاه در اینجا منتفیه. قطب شمال یک زیستگاه خشنه که به حیوانات هم اجازه زندگی نمیده. روباهای قطبی، خرسای قطبی و خیلی از حیوانات دیگه به ندرت به دایره قطب شمال مهاجرت میکنن. چون اینجا محیط نامطمئن و خشنیه. از اونجایی که قطب شمال به طور مداوم در حال حرکته، به حیوانات اجازه مهاجرت منظم یا سکونت و تشکیل خانواده رو نمیده. با این وجود خرسای قطبی به طور مکرر در اطراف قطب شمال دیده شدن که دنبال غذا بودن. خرسای قطبی از بقیه خرسها قوی تر و خطرناکترن و بیشتر حمله می کنن. این ماجرا زندگی رو برای کسی که بخواد اونجا زیستگاه بسازه سخت می کنه. از طرف دیگه زیر آبهای این منطقه زیستگاه منحصر به فرد خودشو داره که خطرناکترینش کوسه های گرینلنده. این حیوانات روی یخ و زیر آب شرایط خطرناکی رو به وجود میارن. به همین دلایل علمی و عملی که گفتیم هست که قطب شمال ترسناکه و کاوش کردن در اینجا اصلا کار راحتی نیست، چه برسه به زندگی کردن و تفریح. تا عامل ناشناخته دیگر، بدرود.